جان من و خانوادم در خطر است به داد من برسید. این بخشی از متنی بود که صابر عبر در این منتشر کرده و از احتمال وقوع یک جنایت سخن گفته. در ادامه این ویدیو به این موضوع جنجالی می پردازیم اما قبل از اون اگر به ویدیوهای ما مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. قتل داریوش مرجی و همسرش وحید محمدی فر به تاریخ 22 مهر 1402 در منزل شخصیشان در کرج باعث شو همگان شد و این قتل آغاز نگرانی اهالی سینما و خانواده هایشان بود. وحید محمدی فر همسر داریوش مهرجویی چند روز پیش از به قتل رسیدنشان با روزنامه اعتماد مصاحبه کرده بود و از تهدید فردی ناشناس با چاقو گفته بود جسد داریوش مهرجویی فیلمساز و نویسنده آثار سینمایی و همسرش وحید محمدی فر دستیار کارگردان و طراح لباس سرخانی شخصیشان چنان یافت شد که سر محمدی فر تقریبا از بدن جدا شده بود پیشتر وحیده محمدی فر در این اینستاگرامش نوشته بودم شب امشب بود ساعت هشت داشتم به زندگی خودم میرسیدم و اینکه شام چی بذارم همسرم خواب بود مونا بیرون بود خانه در سکوت یهو دیدم سگمون چیلی بعد داره پارس میکنه احساس خطر کردم در آشپزخونه رو فورا قفل کردم بعد دیدم چیلی رفته جلوی در ورودی خونه و بد عصبانیه رفتم دیدم پشت شیشه های مات پنجره از پشت یه نفر چسبیده به در اول فکر کردم شوخیه گفتم کی هستی هیچی نگفت هی hey گفتم تو کی هستی حرف زشتی زد و ناگهان چاقوی از پشت سایه روشن مات پنجره به من نشان داد گفتم الان زنگ میزنم صد گفت زنگ بزن ولی حسابتونو میرسم لحجه ایرانی نداشت فورا به نگهبانی شهرک زنگ زدم رسیدن ولی طرف فرار کرده بود من رو با چاقو تهدید کرد این چند وقت مورد دستبرد هم قرار گرفتیم از گوشی بگیر تا لپتاپ و البته دو تا سنتور با اسم و عکس داروش مرجو و بهرام رادان برای چند سال پیش پروژه سنتوری دو اینجا اعلام میکنم خرید و فروش این دو تا سنتور غیر قانونی و دزدیه اینها هیچ اما من همسر داروش مرجو پیش کسوت هنر مملکت آیا باید از طرف یک بیگانه تهدید بشم اونم با چاقو بعد یه سری میان میگن نجات پرستی کمپین تشکیل میدن دامان شما را هم خواهد گرفت از دولت خواهش میکنم به داد ما برسه چون اینجا در این شهرک هیچ کس انگار براش مهم نیست یعنی کاری از دستشون بر نمیاد هنوز رنگم اینه گچه اما از پسش بر اومدم قتل داریوش مرجویی و همسرش جامعه ایران را دچار بهد و حیرت کرد و بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی آن را به قتلهای زنجیره دهه هفتاد ایران تشبیه کردند که کار عوامل وزارت اطلاعات بود و به نیروهای خود سر معروف شدند پس از اعلام خبر قتل داریوش مرجویی تمام هنرمندان وارد شوک بزرگی شدند و بسیاری از آنها در واکنش به این خبر پست و استوری در اینستاگرام شخصی خود منتشر کردند در میان این هنرمندان فقیه سلطانی بازیگر سینما و تلویزیون پس از انتشار یک پست برای داروش مهرجویی یک پست موقت گذاشت و اعلام کرد که یک اکانت فیک در فضای مجازی شروع به تهدید کردن او کرده است این بازیگر برای اثبات حرفهایش بخشی از صحبت و تهدیدهای این اکانت را در استوری اینستاگرامش منتشر کرد این شخص در کامنت ها برای فقیه سلطانی نوشته بود فقیه جون تو هم مثل داریوش بهایی هستی و با پنهان کردن هویت دینی خود در جامعه اسلامی حل شدی تا فرصت باقی است به آغوش گرم اسلام برگرد اما مدتی بعد مونا بانکیپور همسر سابق امین حیایی هم در این استاگرامش از تهدید به قتلش سخن گفته او با انتشار عکس پروفایل شخصی که تهدیدش کرده بود نوشت نمیدونم این کیه منو دارا رو تهدید به قتل کرده کلی فهاشی کرده و میگه بچه پیروزیه میگه باید 20 میلیون بدی تا نیام سراغت من بچه بالا شهرم پایین شهر و بالا شهر نمیفهمم همه گی انسانیم ولی این خیلی بوداره تهدید به مرگ و اخاذی مالی باید ببینم از کجا آب میخوره و وکیلم در حال پیگیریست دوستان یکی که نمیدونم کیه زیر یکی از عکسام کلی فحاشی کرد از وقتی اعلام کردم شکایت میکنم از شماره ناشناس تماس گرفتند و تهدید به قتل شدیم منو دارا میگه 20 میلیون باید بدی تلفن منو داره مدام دایرکت تهدید میکنه وکیلم داره اقدام میکنه تا شنبه باید سب کنم که برم داد سرا واقعا خدا به دادمون برسه هنرمندان جونشون در خطر انگار من شد کم. اما حالا و به تازگی صابر ابر بازیگر مشهور و جوان چند سال اخیر کشورمان پست عجیب در این استاگرامش منتشر کرده و از در خطر بودن جان خود و اش صحبت کرده او نوشته من به عنوان یک شهروند در این شهر همیشه مراقب زیست و زندگی شخصی خودم اطرافیانم و دیگر شهروندان شهر در حد توانم بودم لازم میدارم مطلبی را با شما در میان بگذارم که شخصا اشاره به عدم امنیت دارد امنیت شخصی زندگی من و اطرافیانم با حضور یک مزاحم به نام ب طی چند سال اخیر دستخوش ناامنی شده که در طی ماههای اخیر و روزهای اخیر با توجه به تعدد محکومیت های کیفری صادره از قوه قضایی علیه ایشان به اوج خود رسیده و با, با توجه به اینکه همکنون این شخص با قید وسیقه تا صدور رأی بعدی کیفری آزاد است همچنان از اقدامات دیگری شامل حمله به قصد ضرب و جرد، تهدید به اسید پاشی تهدید به روبودن و درگونی بردن و اقدام به آدم ربایی، اجیر کردن، خفگیری و زورگیری و نشر اکاذیب در فضای مجازی و غیر فروگذار نیست. حتی که در فضای مجازی و تهیه خوراک کثیف از جنس دروغ با اکانتهای های و برای صفحاتی که هویتشان معلوم است، تا امروز با آنها نپرداختم چون در شعن من و شما نیست و نون روز و شبشان را از تولید اخبار جعلی به دست می‌آورند و به این خیال خام که با این حاشیه کثیف به توانند خدشه ای به اعتبار حرفه افراد میان بخشی از جامعه که تمام ماجرا را نمیدانند وارد کنند قافل از اینکه هیچ چیز پنهان نیست و جامعه بسیار آگاه تر از آن است این یادداشت یک دلیل مهم دارد امنیت زیستن برای من تنها حفظ امنیت شخصی ام نه به عنوان بازیگر بلکه تنها به عنوان یک شهروند مهم است و چون میدانم که افراد دیگری نیز در سالهای گذشته درگیر مزاحم متهای این شخص بودن به گواه سوء سابقه قضایی تصمیم به اعلام عمومی گرفتند. تا به امروز از این اعلام خودداری کردم تا استرابی را به جامعه تزریق نکنم اما با اتفاقات اخیر مطمئن شدم باید راهی یافت و عرازل و همدستان را به قانون سپرد امیدوارم این یادداشت شروعی باشد برای قطع این جریان من منتظرم تا مراحل قانونی طبق روال پیش رود و از نتیجه شما را بیخبر نخواهم گذاشت طبق این نوشته به صورت عمومی اعلام می نمایم در صورتی که هر اتفاق و تهدیدی در زندگی شخصی من از جانب هر شخصی در حال حاضر به وجود بیاید مسبب آن تنها یک نفر است که وکلا و اطرافیانم به خوبی او را میشناسند از همینجا از تمام مقامات مربوط تقاضای کمک و همراهی دارم تا شاید با اعلام و محکوم شدن افراد این چنین که سلامت جامعه را مخدوش میکنند عبرتی باشد برای دیگران وکلای هم مشغول پیگیری های قضایی از قوه قضایی و پلیس امنیت تهران هستند که پس از اخذ اجازه از مراجع قضایی آرای محکومیت عکس و هویت آن شخص را منتشر خواهم کرد تا این چند روز اخیر امین فردین خبرنگار پاپارازی فضای مجازی از دستگیری سابر عبر به صورت پیوسته صحبت می کرد و از افشاگری های ویژه در خصوص او حرفهای زیادی را بیان کرده بود اما حالا با انتشار این پست توسط صابر عبر ماجرای دستگیریش را تکذیب کرده و هم از یک ماجرای جنایی وحشتناک خبر داده که شخصی به نام ب به تهدیدهای وحشتناکی رو علیه او ایجاد کرده و او و خانوادهش را به قتل فجی وعده داده. حال باید دید آیا واقعا خطر بزرگی در انتظار این بازیگر مشهور ایرانی است یا اینکه این ماجرا صرفا یک تهدید از روی دشمنی بوده دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر باشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعد بدرود